زمانی که تو اونجا نشستی مامانی هم واسه خودش صندلی میاره میوداسه؟ بخشی موزم شما شده مامانی باشه؟ خب یک دوسته امتحان میکنی؟ شبیه اون کاراکتر شدم که توی اون کارتون چیز بود یه لحظه احساسون رو بمیده اصلا کار با گجل هیچ وقت نشونش نمیدادم همشه دستش رو نشون دادم جیدر گروهش نازم توی این ویدیو قراره من براتون از خوبی های گرجستان بگم، بعدا یه ویدیو دیگه درست میکنم و از بدی ها و کم و کاستی هاشم میگم، اما این ویدیو فقط قراره خوبی های گرجستان رو بشنم. بیشترین سوالی که تو ذهن خیلی ها میاد میگن چرا گرجستان؟ یه دیگه آهنگی افتادم که زمان ما دهه شصتی ها ما که تکانم نوجوان بودیم خیلی وایرال شده بود، میگفت دختر پسرا من که جردن همه جا جردن میگم جورجیا یعنی گرجستان، دختر پسرا من که جورجیا چی داره؟ میگن تو هر دقیقش دل میشه تیکه پاره، دختر پسرا مگه جردن چی داره؟ خیلی شعرش باحال شلوار جین ساده سواش تیشرت گپ میپوشم زمان ما بود دیگه چیزای وایرال میشد ما عشق میکردیم باش. چند تا دلیل خیلی مهم و خوبی های خیلی مهم گرجستان براتون توی این ویدیو میگم که بدونیم چرا من عاشق اینجام و همیشه میگم اینجا کشور دوممه. گرجستان یکی از کشورهای خیلی قدیمی و باستانی هستش که یکی از قدیمی‌ترین جمجمه های انسان اولیه تو همین گرجستان خودمون تو شهر وانیسی 100 کیلومتری تفلیس کشف شده که قدمتش مال نزدیک به 2 میلیون سال پیشه و توی شهر تفلیس کلی آثار تاریخی هست، موزه هاش پر از چیزای خیلی باستانی و قدیمی مال میلیون ها سال پیش هستش که نشون میده که گرجستان یکی از تمدن‌های باستانی خیلی قدیمی هستش. یه نکته ای از گرجستان که باعث میشه من عاشقش بشم اینه که تو هر ساعت از شبانه روز با هر جنسیتی که داری، با هر تیپی که داری، با هر سر و وضعی که هستی میتونی تو هر جای گرجستان برای خودت قدم بزنی، راه بری، تو حال و هوای خودت باشی و هیچی کارت نداشته باشه. امنیت در این حد بالاست اینجا و این یکی از بهترین گزینه هاست که من واقعا عشق کردم وقتی اومدم، چون همیشه آرزوم بود که برای خودم تو حال خودم تو خیابون تو کوچه پس کوچه شب نصف شب روز هر ساعتی قدم بزنم، هدفونم گوشم باشه، نگران این نباشم که کسی بهم حمله میکنه، دزدی میکنه یا قرار دستمالی بشم. گرجستان این نکته خیلی مهم رو داره. یه خوبی دیگه گرجستان اینه که مردمش خیلی خونگرمن، خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنین و ایرانی ها رو خیلی دوست دارن. شاید به عنوان یک ایرانی معدود آدم هایی رو پیدا کنی که توی گرجستان تجربه خوبی از ارتباط گرفتن با گرجی ها نداشته باشم. من خودم به شخصه تا حالا هیچ بدی و هیچ چیز ناخوشایندی از سمت مردمش ندیدم و همیشه همسایه هام، دوستام، همکارام هر جایی بودم آدمایی بودن که خیلی مهربون بودن و اگر حالا صمیمی نبودیم، دوست نبودیم، آزارشون هم بهم نمی‌رسید. نکته بعد این که اینجا مشروب و سیگار ارزونه، برعکس چیزی که توی اروپا هست. تو اروپا مشروب و سیگار خیلی گرونه ولی توی گرجستان مشروب و سیگار نسبت به بقیه چیزا ارزون‌تر. قیمت هر چیزی اگه 10 برابر گرون بشه قیمت مشروب و سیگار شاید 1/5 شاید 1/100 گرون‌تر بشه. یه نکته مهم دیگه گرجستان که من عاشقشم تنوع اقلیمی و طبیعتی اینجاست. یه عالمه طبیعت‌های بکر و خوشگل داره که جون میده برای کمپینگ کردن، یه عالمه کوتیج یا همون کلبه‌های خوشگل، هتل‌های خوشگل، مرکز تفریح‌های خوشگل تو جاهای خوش آب و هوا با انواع و اقسام ویو میتونی پیدا بکنی و کلی دریاچه داره، رودخونه داره، کلی آبشار داره، کلی جنگل‌های خوشگل داره و کلاً گرجستان وقتی میای توش مخصوصاً تو فصل بهار، مخصوصاً تو فصل تابستون احساس می‌کنی رفتی همین گیلان خودمون، مازندران خودمون، خطه سبز شمال خودمون. دقیقاً عین همونجا خوش آب و هوا و سرسبز و آب و هوای خیلی تمیز و پر از محصولات گیاهی ارگانیک که خوشمزه است.
نکته بعدی زبون گرجیه که ما کلی کلمه مشترک دارن. تا جایی که نشنیدم فکر میکنم 2000 تا کلمه مشترک بین فارسی و گرجی هست که بیشترش از زبان فارسی به زبان گرجی منتقل شده. حتی بعضی کلماتی که ما دیگه اصلا تو زبانمون استفاده نمی کنیم، مثل چنته، میگیم چی تو چنته داره، ولی تو گرجی به کیف میگن چنتا و خیلی کلمات دیگه که این باعث میشه یه حس خوب خونه بودن، همفاز بودن باهاشون بهت دست بده و این خیلی خوبه، خیلی حس خوبی بهت میده. نکته بعدی همه رو میگم من خیلی دوست دارم، نکته بعدی هم باز من دوست دارم، چون اینجا اصلا لازم نیست تو دغدغه اینو داشته باشی آی چی بپوشم، آی امروز آرایش ندارم، آی تیپ هم فلان نیست. با هر تیپ و سر شکلی بری بیرون هیچکی نگات نمیکنه، هیچکی کاریت نداره. البته بعضی رو من دیدم تجربه دارم میگن که وای ما اومده بودیم گرجستان تبریز خیلی نگاه میکردن، منو نگاه میکردن اینا. آره ممکنه یه سری ها پیدا بشن تو رو نگاه کنن، اونم به خاطر اینکه مثلا خب تابلو خارجی هستی و دوست دارن خارجی ها رو نگاه کنن، مخصوصا خب ما ایرانی ها که خیلی به سرفرز خودمون میرسیم، چیتان فیتان میکنیم ممکنه به همون نگاه بکنن به عنوان یک توریست، ولی وقتی تو جامعه ادغام میشی دیگه تو رو انگار از خودشون میدونن و اصلا دیگه اون همه نگاه رود نیست وقتی میری بیرون. من واقعا اونطوری که ایران بودم دیگه خسته بودم از اینکه هر جا میرم همه نگاه میکنن، همه کار به کارم دارن، اینجا هیچکی کار به کارت نداره، هیچکی هم نگاه نمیکنه. راحت من تو ایران همینجوری بودم، راحت یه دمپایی بنداز پاتو خلش 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 برو برای خودت سر کوچه خرید کن، اصلا برو دو تا خیابون اونورتر خرید کن. من حتی یه بار با دمپایی رفتم بار، فکر کن رفته بودیم با بچه هم دوره ور قدم بزنیم با دوستامونم و اوایی که اومده بودم، من کفش هم پوشیدم چه دمپایی پوشیدم، اصلا قرار نبود قدم بزنیم، قرار بود بریم تا پارک سر کوچه مثلا دو قدم بشینیم و اینا، بعد یهو همچین راه افتادیم قدم زنون رفتیم تو بار نشستیم. یهو یکی از بچه ها چشمش افتاد به بار، من گفت ای تو چرا دمپایی پوشیدی، زشته فلانه، برو عوض کن نزدی. گفتم برو بابا چی عوض کن، چه زشتیه، هیچ کی نگاه نمیکنه، فقط تو نگاه میکنی. اتفاقا چشم انداختم دیدم ای میز بغلیمون هم چند تا خارجی بودن، نمیدونم اروپایی بودن کجا بودن، انگلیسی حرف میزدن، بلوندون هم نه، اونا هم دمپایی پوشیده بودن. گفتم نگاه کن اینا هم دمپایی پوشیدن، بعد تازه نورش کم بود دمپایی من این شب رنگی ها بود اینجوری برق برق هم بودن. خلاصه با دمپایی برو بیرون، با لباس خونه برو بیرون، با هر تیپ و سر شکلی میخوای بری بیرون هیچکی نگات نمی کنه، هیچکی قضاوتت نمی کنه و این خیلی خوبه. نکته بعدی مانیکور. نمیدونم چرا ولی گرجی ها عاشق مانیکورن، هم زناشون هم مرداشون. من اون سال اولی که اومده بودم یه چند ماهی سالن زیبایی زدم، بعد جمعش کردم بنا به دلایلی که کم بوده بودجه بود دلایلش، و میدیدم خیلی مردا میان ناخوناشون رو میخوان مانیکور کنن و خیلی یه چیز عادی و روتینیه. بعد نه که فکر کنی مثلا مردای خیلی شیک و پیک و سانتیمانتالی یا مثلا خیلی جوون و اینا، نه، مردایی میمادن که اگه مثلا تو خیابون میدیدیش مثلا بهش میخورد پدر بزرگ باشه، چه میدونم حتی مثلا کسی که راننده تاکسی باشه، قصابی باشه، میمادن ناخوناشون مانیکور میکنن. خیلی به مانیکور ناخون اهمیت میدن و این خیلی باحاله، من دوست داشتم واقعا، خودم کشتم هر کارش میکنم سویلو نمیاد من ناخوناش رو مانیکور کنم، اونقدر التماسش کنم 6 ساله همش کم سویل تو خدا هیچ کاری نمیکنم، فقط این کوتیکولای جلو ناخون این دور ناخونت اینا رو بگیرم، من نمیذاره هم میگه نه من دوست ندارم. نکته بعد این که توی گرجستان حداقل تو تفلیس هر ساعت از شبانه روز که تو دلت بخواد بری بار، بخوای بری دیسکو، یه عالمه آپشن داری که میتونی به راحتی بری که تا خود صبح بازن، هر ساعتی که بخوای میتونی بری، بعضیشون ورودی دارن بعضیشون ورودی ندارن و هر ساعتی که دلت بخواد میتونی بری سوپرمارکت، هر مشروبی که خواستی بخری و هر جایی که دلت خواست بخوری، هیچ کس کاری نداره که تو خیابون نشستی، تو پارک نشستی، داری راه میری مشروب دستت داری میخوری، اصلا هم نمیگن این روشو بپوشون چه میدونم مقوا بکش و فلان و بیسان و این دم و دست و اون داستانا. نکته بعدی که
که مطمئنم نکته مورد علاقه همه اون کساییه که مثل من صبح زود بیدار شدم براشون عذاب آوره. گرجستان اصلا صبح زود معنی نداره. اینجا خیلی از کسب و کارها تازه ساعت 10 بیشترشون 11 شروع به کار میکنن، بعضی ها 11 کرکرشون رو میدن به بال، کرکرشون رو میدن بالا و بیشتر ادارجات مخصوصا ادارجات های دولتی از ساعت 10 صبح تازه شروع به کار میکنن. یعنی اگر بخوای تو مثلا تو این توی قربونت برم، یعنی مثلا اگر تو بخوای چه میدونم 5 صبح 6 صبح از خونه بزنی بیرون که مثلا اگر کار اداری داری کارتو انجام بدی تا ساعت 8 و 9 و حتی تا ساعت 10 صبح بخوای کار اداری تو تموم کنی نمیشه. هر برنامه ای میخوای بریزی باید بذاری برای ساعت 10 صبح به بعد. و این نکته باعث میشه من خیلی کیف بکنم دیگه، همش از اون وجود ندارم که انگاری که فقط من آخرین نفریم که از خواب پا میشم. تازه خیلی وقتا 10 صبح که میری بیرون یا 11 صبح که میری بیرون انگار 5 صبح، خیلی ها خوابالو و خیلی ها نون زدن زیر بغلشون، تازه میخوام برن سبوره بخورم. خیلی این گزینه خوبه و من دوستش دارم. از اون هم زود تعطیل میکنن و فکر نکنید تا دیر وقت باز میمونن. بازارش که بازار روزش که مثل بازار روزاییه حالا همون شمال خودمونه که حالا یه ذره مثلا سر و ریختش نامرتب‌تر از شمال خودمونه، شمال خودمون یه ذره تر و مرتب‌تره. مثلا اون بازارش دیگه ساعت خیلی ها تا 4 هستن، بعضی ها تا 5، یعنی 5 بدید دیگه یکی در میون دیگه دارن جمع میکنن میان خونش. خیلی باحالن، خیلی دوست دارم. به خاطر نمیدونی این به خاطر اینه که کلن گرچی ها زندگی رو سخت نمیگیرن، خیلی زندگی رو آسون میگیرن و اینو ناخودآگاه تو که اینجا زندگی میکنی به تو هم یاد میدن، یعنی به تو هم سرایت پیدا میکنه که زندگی رو سخت نگیری، با خود شل کن، راحت باش، بی خیال. کی گفته هرکی صبح زود پا نشه موفق نمیشه؟ اصلا کی گفته صبح زود خروس خون تو باید پاشی بری کاراتو بکنی دی 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 دی. من اصلا به این حرفای انگیزشی هم باور نداشتم و ندارم. نکته بعدی اینه که خیلی به ندرت تو میبینی کسی در حال بودو بودو باشه و عجله داشته باشه و استرس داشته باشه یا اصلا عصبی باشه بخواد بین اون بپر و دعوا بکنه، مخصوصا تو مترو. میدونی من یادم اون موقع تو ایران همیشه تو مترو یه ده آدم خیلی زیاد در حال بودو بودو بودن، این میدویدون و اون میدویدون و بعد موقع سوار شدن هم دیگر رو هول میدادن، همیشه هم دعوا میشد. اصلا از این صحنه ها تو گرجستان نمیبینی، هیچ کس نمیدوه، یعنی حتی اگه طرف دیرش هم شده باشه میبینی سلونه سلونه اینجوری داره آروم آروم را میره، اصلا نه میدوه نه دعوا داره، خیلی ریلکس، خیلی آروم. این اخلاق خود منم دارم واقعا، من حتی ایران هم عجب دیرم هم میشد نمیدویدم، هنوز اینجا هم همینطوریم. کلا به قول همه من آدمایی هم که همیشه همه جا دیر میرسم، خیلی هم سعی میکنم زمان بندیم خوب باشه ها، ولی بازم اکثر اوقات من همه جا دیر میرسم، خوب نیست میدونم. anyway خارجکی شدم. یه نکته دیگه برای حیوان دوستا، چه تو سگ داشته باشی چه گربه میتونی همه جا ببریش، توی مترو، توی اتوبوس، حتی تو قطارهای بین شهری هم میتونی حیوانت رو با خودت ببری، هیچ مشکل نداره، هیچ محدودیت نداره. حتی مثلا بعضی رستوران ها هم اجازه میدن تو حیوانت رو با خودت بیاری داخل رستوران و پیش خودت باشه. خیلی خیلی از هتل ها هستن که اجازه میدن تو سگ و گربه رو با خودت بیاری، ولی خب باید قبلش حتما چک کنیم که ببینیم اجازه میدن پت دوست هستن یا نه. و دیگه چی بگم براتون؟ موشی موشی مامان چیکار داری میکنی؟ اون چیه؟ یه خوبی دیگه این که اجاره کردن خونه توی گرجستان نیاز به پول پیش نداره، تو میتونی با یه دونه کرایه ماه اول که پیش پیش میدی، یا بعضی صابخونه ها چون خونه رو به بنگاهی دادن و تو با واسطه و بنگاهی داری خونه رو اجاره میکنی که خودشون به اصطلاح به اون بنگاهی املاکیه میگن
مکلارن اسم بار ایرلندیه. بهش میگن مکلر. اگر خونه رو از مکلر و املاکی اجاره کرده باشی و با واسطه گری اونا خونه رو اجاره کنی، باید کرایه اول، اگه یک ساله بخوای اجاره کنی، کرایه ماه اول و کرایه ماه آخرت رو پیش پیش پرداخت کنی. یعنی ماه یک و ماه دوازده رو میدی، ولی از ماه دوم که رفتی تو خونه باید کرایه رو بدی. بعد اینجوری نیست که تو مثلا سیوم به سیوم کرایه بدی، نه، اول هر ماهی که توش هستی و میخوای بمونی رو یکم هر ماه باید پرداخت کنی کرایه خونه رو. و همه خونه ها همه وسایل اولیه رو داره، ممکنه یه سری خورده ریز و بعضی خونه ها داشته باشن، ممکنه بعضی خونه ها نداشته باشن، ولی خب وسایل اولیه مورد نیاز مثلا چه میدونم مبل و تخت و میز و وسایل آشپزخونه مثل گاز و یخچال و این داستان ها رو همه رو دارن. حتی اگر خونه های خیلی گرون قیمت هم شما اجاره کنی، نه تنها همه اینا رو برندای خیلی خوب گذاشتن و دارن تو خونه، اگه چیز اضافه تری هم میخوای اکثرا صابخونه برات میگیره میاره، و اکثرا صابخونه های خوبی هن. من خودم تا حالا صابخونه بد نشم، هر چی صابخونه داشتم صابخونه های خیلی خوبی بودن و خیلی هم گوگولی مگولی و خیلی هم دوستیم با هم دیگه. همین الان هم صابخونه‌ای که اینجا هستم خیلی ماهه و خیلی دوستش دارم. یه خوبی دیگه گرجستان اینه که ورود به دانشگاه اینجا خیلی ساده است. نه مدرک زبان میخواد، نه کنکور داره، نه هیچ چیز دیگه ای. همین که یک رشته انتخاب کنی و شهریه به دلار بدی به عنوان خارجی، حالا اونایی که گرجی بلدن حتی اگه خارجی باشن میتونن دانشگاه های رو به زبان گرجی شرکت کنن و شهریه کمتر و به لاری بدن. مثلا اگر یک رشته ای توی یک دانشگاهی به زبان انگلیسی 4,000-5,000 دلاره، تو یه دانشگاه دیگه به زبان گرجی 2,000-3,000 لاریه، یعنی میشه مثلا 1,000 دلار 1,500 دلار اینطوری سالانه. و دانشگاهاش ارزونن نسبت به همه دانشگاه‌های حالا که مدرکشون توسط اروپا و آمریکا و کشورهای مثلا مهم قابل پذیرشه. اینجا هم همینطوره، مدرک اکثر دانشگاه‌هاشون رو خیلی از کشورهای اروپایی و تا جایی که میدونم فکر می‌کنم آمریکا هم مدرکشون رو قبول دارن، ایران قبول نداره ولی مدرک دانشگاه گرجستان رو. ورود بهش خیلی ساده است، مدرک زبان انگلیسی هم نمیخواد و از راه دورم، حالا تو کشور خودتون ایران باشی یا تو هر کشور دیگه باشی، میتونین اون رشته‌ای که می‌خواین رو تو اون دانشگاه پیدا کنین و باشون مکاتبه کنین و اپلای کنین و شهریه رو واریز کنین، بعد برین سفارت گرجستان تو اون کشوری که هستین، خلاصه ویزای تحصیلی بگیرین. خیلی مهمه ما نشین با ویزای توریستی بیاین، چون نمیشه با ویزای توریستی وارد بشی بعد برین دانشجو بشی، چون پروسه کار اقامت دانشجویی یه چیزی حدود 40-50 روز 60 روز ممکنه طول بکشه، حتی بعضی وقتا 2 ماه ممکنه طول بکشه، 3 ماه طول بکشه. و پاسپورت ما ایرانی ها 45 روز اعتبار داره، شما نمیتونید تو اون 45 روزی که وارد گرجستان میشه همه کار اداری تو انجام بدی، پس باید بری سفارت گرجستان ویزای تحصیلی بگیری که 3 ماه هست و بیا اینجا و بقیه کار دانشگاه تو انجام بدی و به راحتی بری دانشگاه درس رو بخونی. حتی درس خوندن تو دانشگاه های گرجستان خیلی آسان تر از کشورهای ایران. اما یه استثنا دارم، یه پرانتز براتون باز میکنم، بجز موسیقی، تحصیل در رشته موسیقی توی گرجستان خیلی سخته. سطح موسیقی و سطح تحصیل موسیقی توی کنسرواتوار دانشگاه های گرجستان خیلی بالاست، خیلی بالاست. یعنی تو باید خیلی سطحت خفن باشه، یعنی سوپر استاد باید باشی تا بتونی وارد کنسرواتوار دانشگاه اینجا بشی و بتونی ادامه بدی. تازه من خیلی دیدم که واقعا خفن بودن تو موسیقی، اینجا وارد کنسرواتوارشون شدن و درس خوندن و باز میگن خیلی سخته و خیلی داره بهشون مثلا سخت گرفته میشه و خیلی بهشون فشار روشونه. اگه بری کنسرواتوار اتریش و آلمان درس بخونی خیلی خیلی راحت تر از اینجاست. به جرأت میتونم بهت بگم سطح سختی از 100 اینجا 100ه، تو اتریش و آلمان سطح سختی تحصیل تو رشته موسیقی 10-20ه، ولی اینجا 100ه، خیلی سخته. نکته بعد اینه که اینجا تو کشور گرجستان آب رایگانه،
شما قبض آب نمیدی. البته یه قبضی میاد برات که شهرداری و آب و یه سری چیزا همش با همه که فکر کنم 3-4 لاری نهایتا 5 لاری بیشتر نمیشه آب رایگانه. البته اگر تجاری باشی باید هزینه آب بدی و هزینه آب گرون در میاد، قبض آبت گرون در میاد، ولی مسکونی آبش رایگانه. و دقیقا به خاطر همین هم من دیدم خیلی اینجا اسراف میشه، مثل اون زمانهای قدیمی که ما نوجوان بودیم خیلی اسراف آب میشد و همه تو تابستون شلنگ میگرفتن خیابونا رو آب میدادن که مثلا خنک بشه و نمیدونم رب میپختن، آش میپختن، یالمه چیز میز میریختن تو حیاط و کوچه میشستن. اینجا هم همینجوریه، اصلا قدر آبو نمیدونن و امیدوارم که یه روزی بدونن این قدر آبو قبل اینکه دیر بشه. یه چیز باحال دیگه اینکه داروخونه ها توی گرجستان هر دارویی که بخوای، البته اگر داروی خطرناکی نباشه، بدون نسخه بهت میدن. یه سری داروهای مثل چه میدونم آنتی بیوتیک و داروهای مسکن و داروهای سرماخوردگی و حتی داروهای خواب‌آور اگه خیلی خطرناک نباشه رو بدون نسخه بهت میدن. فقط اینکه باید بدونی دقیقاً چی میخوای. و متاسفانه تو داروهای گرجستان اکثرا اپراتورهای داروخونه اگر اسم علمی دارو رو بگی ممکنه متوجه نشه یا همون اسمو سرچ کنه تو سیستمش نیاره بالا بگه نداریم. واسه همین بهتره قبل اینکه هر دارویی میخواین توی گرجستان تهیه کنین برین توی گوگل بزنین مثلا چه میدونم مثلا میخواین استامینوفن بگیرین، مثلا قرصی که من بر آلرژی میخورم اسم علمی دارویش فکسوفنادین 180 مثلا. من میرفتم داروخونه میگفتم فکسوفنادین میخوام، قبلا و الان میدونن و قبلا نمیدونستن، مثلا میزد میگفت نداری. بعدا خودم رفتم توی گوگل سرچ کردم مثلا اسم داروخونه ها رو زدم، مثلا باید ببینی چه داروخونه هایی توی گرجستان هست، PSP اورسی یا چه میدونم فارما دپو، از این حرفا. اسم دارو رو می‌نویسی مثلا فکسوفنادین، بعد تهش می‌نویسی اورسی فکسوفنادین PSP، اسم داروخونه رو می‌نویسی میاره برات و تو خود سایت اون داروخونه هم نشونت میده، یا حتی مثلا می‌تونی تبلیسی هم بهش اضافه کنی تو سایت خود داروخونه بهت نشون میده، قیمتش هم خورده، همونو می‌بری به داروخونه نشون میدی میگه اینو می‌خوام بهت میده تمام. خوبیه دیگه اینکه تو اکثر مناطق‌های توریستی وایفای عمومی داره، یک وایفای عمومی هست که تو خیلی از جاهای توریستی تو مرکز شهر که شما سرچ کنی وایفای رو نوشته تبلیسی لاوز یو، به راحتی باز میشه و شما بهش وصل میشی و اینترنت داری. ممکنه سرعت اینترنتش خیلی خفن نباشه ولی خوبه در حدی که بتونی ارتباط بگیری، پیامی بفرستی، چندرم اپلیکیشن چیزی چک کنی خوبه. قبلا سرعتش خوب بود ولی خب اخیراً سرعت اینترنت کله سرعت‌های اینترنت همه اپراتورها اومده پایین به خاطر اینکه بعد جنگ اوکراین اینجا جمعیت زیاد شد و پهنای باندشون جواب نمیده. حالا میگن که دارن درستش میکنن، حالا کی درست بشه نمیدونم، یه خدا میدونه. یه خوبی باحال دیگه این که گرجستان کشور خانوماست. اینجا خیلی به خانوما اهمیت میدن و حق و حقوق خانوما کمتر از مردان نیست. خانم آقایی که داریم میایی تو گرجستان، شما داریم میایی توی کشوری که نه تنها رئیس جمهورش زنه، بلکه زنها بیشتر از 90% پوزیشن های شغلی مهم رو احتساب کردن و وقتی شما تو جاهای اداری میرین 90% پرسنل زنن. محل کاری که خودم هستم بیشتر شاید همون 90% خانومن، رئیسمون خانومه، رئیس خیلی از کمپانی ها خانومه و اینجا هیچ محدودیتی برای خانوما توی انتخاب شغل نداره و به عنوان یک خانوم اگر توی هر مدل شغلی کار کنی هیچ کس اذیت و آزارت نمی کنه، هیچ کس حقت رو نمی خوره و هیچ کس بهت حقوق کمتر از مرد نمیده. و اگر تو محیط کارت دچار خشونت جنسی بشی، قربانی یک رفتار جنسیت زده بشی، یک آزار جنسی حتی کلامی، میتونی به راحتی با شماره‌ای که گذاشتن، حالا الان یادم نیست می‌نویسم تو ویدیو، تماس بگیری و گزارش بدی که آقا مدیرت، همکارت، مشتری، هر کسی که هست اگر تو رو مورد آزار و اذیت به خاطر جنسیتت قرار بده، حتی اگر کلامی، به راحتی میتونی زنگ بزنی گزارشش بدی و به شدت تو این قضیه جدی‌ان و پیگیرن و طرفو دستگیر می‌کنن. خوبی دیگه این که وقتی یک زن و شوهر
حالا حتی اگر زن و شوهر نباشن، ازدواج هم نکرده باشن، دوست دختر دوست پسر باشن، با هم دارن زیر یک سقف زندگی میکنن، اصلا هیچ نسبتی نداشته باشن، اگر مردی به یک خانومی آزار فیزیکی برسونه، حتی در حد یک سیلی، حتی اگر هلش بده، کتکش بزنه، یا حتی اگر فقط زن ازش بترسه، زن رو تهدید کرده باشه، میتونه زنگ بزنه به پلیس، پلیس میاد پیگیری میکنه و اون فرد، این دوتا فرد رو از هم دیگه جدا میکنن، میبرنش دادگاهیش میکنن. اگر خشونت فیزیکی انجام شده باشه و زن تایید کنه که آقا این شخص منو کتک زده، سیلی زده، هلم داده و هر چیز دیگه ای، محکومش میکنن و میندازنش زندان. طرف همکار خود من واسه یه دونه سیلی که به زنش زده بود، تازه هیچ کسی هیچ شاهدی هم نداشتن، زنه گفت من سیلی زده، به خاطر یه سیلی 6 ماه انداختنش زندان. پس اگر دست روی خانم ها اینجا بلند کنی، توی گرجستان فرق نمیکنه نسبت داشته باشی یا نداشته باشی، حتی اگر بچت باشه، به راحتی میتونه ازت شکایت کنه و بندازت زندان. حواست باشه اینجا کشور خانوماست. خوبیه بعدی این که دراگ، مواد مخدر اینجا خیلی کمیابه، به جرات میتونم بگم نایابه. من خودم تو این 6 سال تا حالا یه دونه معتاد ندیدم، تا حالا ندیدم کسی در حال مصرف مواد مخدر باشه از هر نوعش، تا حالا ندیدم کسی در حال فروش مواد مخدر باشه. شنیدم افرادی به خاطر فروش سری قرص ها و داروها یه سری مواد مخدر رو گرفتن انداختن زندان. خیلی سخت گیرن توی قضیه مواد مخدر، خیلی پیگیرن و هر کسی که میخواد اینجا از این کارا بکنه رو سریع شناسایی میکنن و زندان. زندانم نه به این راحتی نمیتونه بیاد بیرون آن طرف. حتی واسه اون داستان ماریجوانا هم اینجا زندان میندازن، یعنی اگر طرف ماریجوانا همراهش داشته باشه و بفروشه میگیرن زندان میندازن. الان یه عالمه آدم تو زندان هم به خاطر مواد مخدر یا به خاطر ماریجوانا. خب این از این نکته هایی بود که تا اینجا به ذهنم رسید و براتون گفتم. تو ویدیو بعدی همراه هم باشین که میخوام از کم و کاستی ها، سختی ها و بدی های گرجستان براتون بگم. بوس به چشمای قشنگتون، مرسی از وقتی که گذاشتین. سابسکرایب و لایک و کامنت و زنگوله یادتون نره. بای بای.